خودروهای هم انواع مختلف داریم. حالا برای سواری کار نداریم. خاور، کامیون تای، کامیون جوف، تریلی کفی و تریلی ترانزیت. اینا رو من یه مختصر توضیح میدم تا باهاش آشنا بشین. کامیون باری، کامیون‌های باری حالا معمولا حجم بارشون تا 5 تن میزنن. بعضیشون مثلا خاورن، بعضیا فوتونن، اسم مختلف داره روشون. تا 5 تن بارگیری میکنن و خیلی کامیون‌های بزرگی نیستن، برای هر حجم کوچیک مناسبن، برای مسیرهای کوتاه مناسبن. نسبتاً هم کرایه‌هاشون مثلا توی هر چه ماشین بزرگ میشه، نسبت تمام شده کرایه به نسبت قیمتی که داری پرداخت می‌کنی خیلی میشه. مثلا برعکس اگه یه کامیون تک 1,000,000 و 5 تن بارگیری میکنه، یه تریلی 3,000,000 و 20 تن بارگیری میکنه، یعنی 4 برابر اون ظرفیت داره اما قیمتی 3 برابر اون میشه. یعنی این اختلافه وجود داره. شما هر چی ماشین بزرگتر بشه کرایه تمتر کمتر میشه. مثلا باید قطار برای شما از همه ارزان‌تر باشه. قطار ارزان‌تر واقعا، ولی واقعا گیر آوردن سخته. بعد از گیر میاد تو ساعت تو نوبتی که بیاد که بره، این داستانا رو داره. بریم بعدی. خب این کامیون‌ها مسقفن که خب بعضیشون اصلا مسقف نیستن، بعضیشون مسقفن. و اگر قرار باشه ترانزیتی بزنید، کامیون یا کامیونت شما حتما باید مسقف باشه. یعنی در واقع چادر شده یا مسقف باشه. بریم بعدی. حالا بعضی از کامیون ها بغل بازشو هم که خب مثلا ما وقتی کالا رو می‌خواستیم بفرستیم به لطف‌آباد، از همین کامیون های بغل بازشو می‌گرفتیم که در واقع بتونن از بغل دوباره بارگیری کنن. اکثر کامیون ها این ظرفیت دارن، تقریبا همه جوره درست می‌کنن کامیون ها رو، ولی بعضیشون اصلا واقعا این محدودیت دارن و نمیشه. حالا من نشون میدم مثلا کامیون هایی که کمپرسی ان خب بغل بازشو نیستن. بریم بعدی. این کامیون کمپرسی، کامیون کمپرسی محصولاتی مثل سنگ آهن، محصولاتی که به صورت مثل گندم، محصولی که فلده است و برای تخلیهش استرادی کارگر نمیخواد، این کمپرس میکنه تخلیه میشه. خیلی از مساله اکثرا به همین روش هم رو نقل میشه و در واقع مصرف کنندش اینطوری راحت هم میتونه کار کنه. اگرچه همین ها قابلیت دارن که روش چادر بکشن و کلوب بشن در گمرک، یعنی اینها یه سری شرایطی دارن که چادر رو میکشن بعد محصولای داره دورش میکشن و استرادی کالا غیر قابل دسترس میشه و بعد کلوب میکنن. اما برای کالاهای فله از این مدل کامیون ها استفاده میکنن، کامیون هایی که کمپرسی هم و در اون جایی که شما میزنن رو تخلیه میکنن. بریم بعدی. کامیون های یخچالدار، کامیون ها یا تریلی های یخچالدار تمام قابلیت اینو دارن که طی یه مسافتی کالا شما را در یک دمای خاص نگه دارن. در کشتی ها خدمات وجود داره، یعنی کشتی ها میتونن کالا رو در دمای منفی 30 درجه داخل اون کانتینر نگه دارن. حالا این کامیون ها کانتینرشون به خودشون بسته. در تریلی ها دو مدل هستن، تریلی هایی هستن که کانتینرش یخچال داره و قابلیت جابجا شدن کانتینر داره، یعنی شما کالا داخل اون کانتینر میذاری و بعد همون کانتینر رو برمیداری میذاری روی کشتی. اما یه مدل دیگه هم هستش که اون استرال کانتینر به خود تریلی وصله و قابلیت اینو نداره که جابجا بشه و کالا باید تخلیه بشه داخل محفظه دیگه بارگیری بشه و بعد ارسال بشه. بعدی تریلی کفی داریم. تریلی کفی تریلی که در واقع برای کالاهایی مثل سنگ معدن، سنگ‌های معدن نه، مثلا سنگ رافه، سنگ‌های بزرگی که برای نمای ساختمان برش میدن. چی؟ آره قله، قله درست اسمش درست، قله. قله برای قله استفاده میشه و معمولا کالای روی تریلی‌های کفی توسط سیم بوکسر مهار میشه یا اینقدر هم سنگینه که اصلا مهارش هم نمیکنن. ولی نکته که وجود قابلیت صادراتی نداره، یعنی شما با کانتریلی کفی نمیتونید کالایی رو صادر کنید. یا مگر حالتی مثل قلده باشه، مثل مفتول باشه که دیگه مثلا مهار بشه بعد اون مهارش رو پلمپ کنه، چون گمرک باید پلمپش کنه. گمرک میگه این کالا باید عیناً بس یه جوری مهار بشه که من بدونم این پلمپ که میزنم تا اونجا کسی بهش دست نمیزنه. یا شکل ظاهرش نوعی باشه که در تیمسی برای گمرک قابل تشخیص باشه که نگاه نخواد مثلا دوباره باز کنه، وگرنه اگر بخواد کالا بازرسی بشه در تیم مسیر امکان پر... یعنی مسافتش خیلی طولانی میشه، زمان خیلی زیادی برای کالا حمل کالا بدن. تریلی های ترانزیت تریلی هایی هستن که قابلیت اینو دارن که اصطلاحاً کالای داخل اون پلوم بشه و بسته بشه، یعنی اصطلاحاً روش چادر کشیده میشه، دورش مخروب بسته میشه و یه حالتی هست که کالای اون اگر دست بخوره مشخص میشه کالا مخدوش شده و یا کالا تغییر کرده. تریلی های لبه‌دار تریلی هایی هستن که معمولا کالاهایی که مثلا بشکن، کالاهایی که خیلی رستوریز ندارن اما برای بازار داخلی استفاده میشه، یعنی از خارج از مرزها فقط باید ترانزیت باشه کالا.
کوپرسیار که نشون دادیم، بغل بازشوها نشون دادیم، یخچالی نشون دادیم، تیغه یا اونا که یه وقتی دیدیم یه حالت تیغه داره و بعض خیلی بالایی میبره و قدرت کشندهش بالاتره به نسبت در واقع کشندهای معقولی که داره کار میشه. تریلا 40 فوت و 20 فوت هم داریم. 40 فوت ها طولش 12 متر 24 متره و 20 فوت ها طولش 12 متره. تفاوتشون در طولشونه. نصف حجم در واقع کانتینرای معمول رو در واقع بارگیری می‌کنه 20 فوت در 40 فوت ها تا 25 تا میشه بارگیری کرد. در 20 فوت ها معمولا نصف بارگیری میشه، اما میگم معمولا نصف حجمی نصفه، اما بعضی تا 20 تن بارگیری میشه. یعنی شما یه 20 تن رو میتونید، یه 20 فوت تا 20 تن میتونید بارگیری کنین اگر وزن کالاتون بالا باشه، اما در یه 40 فوت تا 25 تن بیشتر نمیتونید بارگیری کنین. خود کالا حجمش در انتخاب 40 فوت یا 20 فوت مهمه. در 40 فوت کانتینرهای کالاهای انتخاب میشه که حجم زیادی دارن، مثلا مثل لباس، پوشاک، مثل پنبه، امثال اینها که حجم زیاد دارن و وزن کم. و کالاهایی که در 20 فوت گذاشته میشن کالاهایی که وزن زیادی دارن و حجم کم، یعنی برعکس اونها هستن و در واقع مخاطب ها مورد نیازشون هستن.